وزرای خارجه کشورهای اروپایی امروز در بروکسل در مورد چند موضوع مهم در ارتباط با سیاست خارجی اتحادیه اروپا دور هم گرد آمدند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریسی که باران زیر بارانه با جزئیات بیشتر با ماست. نیلوفر، بله، در جلسه امروز در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردن، از بحث مربوط به سوریه و تحولات جدید در این کشور تا بحث اوکراین و روابط با کوبا و کشورهای آفریقایی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در رابطه با گفتگوهای وزرای خارجه در مورد سوریه گفت که اولویت این اتحادیه نجات جان مردم در سوریه است و پیدا کردن راهی برای آغاز گفتگوهای سیاسی. گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور فشرده و شبانه روزی با همتایان خودشون در منطقه صحبت میکنن برای اینکه ببینن چطور میتونن راه‌های آغاز گفتگوهای سیاسی رو که تنها راه حل در واقع صلح در سوریه میدونن رو آسان بکنن. از طرف دیگه در مورد نقش روسیه در اوکراین و احتمال تمدید تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه صحبت کردن. یکی دیگه از اتفاقات مهم امروز در بروکسل و اتحادیه اروپا توافق بین اتحادیه اروپا و کوبا بود برای عادی سازی روابط، توافقی که در واقع قبل از این در ماه مارس اسفند سال 94 اسفند ماه در واقع اصول اون به امضا رسیده بود بین فدریکا موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همینطور در هاوانا، ولی باید این توافق به تصویب دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همینطور کوبا میرسید که حالا رسیده و توافق به طور کامل امروز اجرا شده. اتحادیه اروپا از سال 2003 بعد از دستگیری و زندانی شدن 75 خبرنگار فعال سیاسی روابطش با کوبا رو به حالت تعلیق درآورده بود و کوبا تنها کشور آمریکای لاتین بود که توافقنامه همکاری برای همکاری‌های اقتصادی سیاسی با اتحادیه اروپا نداشت. این به این معنیه که اتحادیه اروپا به نوعی اون موضع مشترکی رو که داشت تا حالا برای اولویت دادن به اصلاحات دموکراتیک و حقوق بشر در اروپا رو که قبلا در دستور کارش داشت، در کوبا رو که قبلا در دستور کارش داشت برای روابط با هاوانا رو حالا کنار می‌گذاره. خانم موگیرینی هم اشاره کرده در مراسم امضای این قرارداد در حضور وزیر خارجه کوبا که روابط اتحادیه اروپا و کوبا به هیچ وجه تحت تاثیر رئیس جمهوری جدید آمریکا قرار نخواهد گرفت. ممنونم از نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.